نشست علمی روزانه آیت الله عظما صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 13 سفر سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیش ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در این نشست در رابطه با لزوم رعایت قواعد تجویدی در نماز فرمودند تجوید از مستر جودت به معنای نیک بودن، خوب شدن، و نیکو گشتن و زیبا شدن است کلمه جید هم در کلام عرب به معنای خوب نیکو نیک پسندیده و زیبا آمده است و رعایت قواعد تجوید در نماز واجب نیست اما در چند مورد استثنا دارد که, را... که در رابطه با آن ادعای اجماع شده است معظم الله در ادامه فرمودند اگر ادعای اجماع در این موارد درست باشد رعایت آن موارد واجب است مثلا صاحب جواهر الکرام در ولوالین مد را بر اساس اجماع واجب می داند و یا در قاعده یرملون هم نقل اجماع شده است لذا اگر کسی این, این اجماع را قبول داشته باشد از باب اجماع و نتجوید رعایت آن واجب است اما در سایر موارد رعایت قواعد تجوید در نماز واجب نیست ایشان با اشاره به کیفیت قرائت نماز توسط معصومین علیهم السلام فرمودند آیا لازم است همان گونه که ائمه علیهم السلام نماز می‌خواندند نماز خوانده شود در زمان ائمه علیهم السلام بسیاری از غیر عرب ها مانند ایرانیان ترکها و سایر زبان های دیگر مسلمان می شدند که قطعا بسیاری از حروف را نمی به لفظ فصیح عربی تلفظ کنند و بدون شک در هنگام خواندن نماز مثلا کسره را ضعیف ادا می کردن و من در هیچ جا روایتی ندیدم و از برخی از اهل خبره فقه هم که پرسیدم در هیچ جا روایتی وجود ندارد که ام علیه السلام به اصحاب غیر عرب خود فرموده باشند که نمازت را این گونه بخوان در حالی که بسیاری از غیر عرب ها از بهترین اصحاب و یاران معصومین علیه السلام بودند و از آنجا که مسلم است که همه, که همه قدرت ندارند نماز را به الهان عرب بخوانند لذا تلفظ کامل حروف مطابق با تلفظ عربی تا آنجا که موجب تغییر حروف نشود واجب نیست اگرچه مستحب است با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم بله یه مسئله هست و اون این است که چه چجوری نماز میخوندن؟ مالک یوم الدین میگفتن؟ یا مفتوحه شکی نیست یا مالک یوم الدین عرب الان فتحی که بعدش واوه اماله به مش میکنن من خودم دیدم مرجع تقلید نماز میخوند میخوند مالکی مالکی یوم الدین اصلا با ضمه میخوند مرجع تقلید هم بود عرب هم یک دونه عرب امروز پیدا نمی بگه مالک یوم الدین فتحه را اینجور باز بکنه یا یه عرب پیدا نمی کنید بگه اللهم صلی علی محمد و آل محمد میگه و آلی محمد اماله به یا میده وقت آیا لازمه جوری که یعنی اگر مسلم شد که ائمه علیهم السلام مالی که یوم الدین میخوندن چون حالا عربا اینجور میخونن به خاطر اصل عدم نقل نه استصحاب قهقرا نه استصحاب قهقری به خاطر اصل عدم نقل میگیم زمان ائمه خود ائمه می میخوندن اگه جوری دیگه میخوندن و بعد عوض شده این نقل نقل لوکان لبانه پس از عدم نقله